تخمین می شود که 75% مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند که در آن زراعت اولین منبع امرار حیات و اقتصاد آنها می باشد. بنابراین زراعت و مالداری اساس معرف رشد و گسترش اقتصاد روستایی در افغانستان است و این نماینگر یک ستون از استراتژی دولت برای کاهش فقر می باشد. در سال 1970 کشور در شیر و گوشت خودکفا بود، در حالی که امروزه زیادترین محصولات وارد شده است. همانطوری که شیر منبع اصلی پروتئین برای بسیاری مردم در افغانستان است، دولت اولویت بیشتری به بخش‌های لبنی از طریق شروع برنامه‌های مجتمع لبنی داده است. به خاطر افزایش در محصول هر گاو و تسهیل کردن بازاریابی و پروسس کردن شیر، ایتالیا به عنوان بخش از برنامه زراعت و انکشاف دهات از طریق سازمان خوراک و زراعت پروژه طرح انکشاف مجتمع لبنیات در ولایت هرات، اتحادیه انکشاف مالداری هرات با بیش از 10 تعاونی شیر در ولسوالی های مختلف ولایت هرات و 2134 خانواده دخیل را حمایت می کند که این اتحادیه دومین تعاونی زراعتی در افغانستان است. ما از 10 کوپراتیف زراعتی یک اتحادیه انکشاف مالداری ساختیم که 2104 نفر عضو داره. ای از این 10 کوپراتیف از ولسوالی گذره، انجیل و کرخ می باشه. ما از این 10 کوپراتیف 13 مرکز جمع‌آوری شیر داریم که شیر از این 13 مرکز جمع می شود و توسط سپلایر به فابریکه اتحادیه انکشاف مالداری انتقال میکنه. بعدا این شیر بعد از اینکه تست میشوه ایره ما پروسس میکنیم به شیر پاستوریزه، به ماست پاستوریزه، به پنیر، به کریم، به دوغ، به چکه و دیگر مشتقات از این. و بعدا این شیر به شهر میره، در سطح شهر 32 مغازه مواد لبنی داریم که از طریق از این مغازه مواد لبنی ما به فروش میرسه و همچنین اکثری تالارها، رستورانها، آشپزخانه هم زیر پوشش مواد لبنی ما قرار داره. تشکر از این پروژه که از این طریق شیر در قریه ها جمع‌آوری می شود و در مرکز پروسس شیر به طریق مسلکی و تجارتی پروسس می شود. همچنین اتحادیه بازاریابی شیر و محصولات لبنیات عمدتاً در شهر هرات مراقبت طول می کشد.